خب عزیزان جان، صبحتان بخیر باشه مجدد و در خدمت موسوی سیب هستیم، یک تن از فعالین فرهنگی، معلم و مدیر مدرسه فرهنگ. سلام موسوی سیب، صبحتان بخیر باشه و بسیار خوش آمدید به برنامه. خواهش میکنم، درود بر شما و همه بینندگان خوب شبکه شما. خیلی خوشحالم که اینجا هستم، امروز این خوبی آغاز کردم. سلامت باشین موسوی سیب. میفهم که شما سرخیز هم هستین، نه همیشه ورزش صبحگاهیتان هست، پابرجاست و اذیت که نشدی امروز برای آمدن؟ نه خواهش میکنم، معمولا 5 و نیم بیدارم دیگه هر روز. بله خواهش میکنم. بسیار عالی، چقدر خوب. و دیگه موسوی سیب، برای ما و بیننده های عزیز ما خود بیشتر معرفی بکنید. ما شما رو میشناسیم و بیننده های عزیز ما هم بیشتر هم برایتان آشنا شوند. خواهش میکنم. نادر موسوی هستم، زاده روستای علی چوپان، شهر مزار شریف. تقریبا 8 9 ساله بودم که آمدم ایران، در شهر زیبای و دوست داشتنی بندرعباس اونجا دوران ابتدایی و دبیرستانم اونجا گذروندم. دانشگاه کارشناسی ارشد جامعه شناسی خواندم در دانشگاه تهران و تقریبا مدت 23 سال هست که در حوزه آموزش کودکان و کتاب و مجله کودکان دارم کار میکنم. یک مدرسه مدیریت یک مدرسه دارم به نام مدرسه فرهنگ برای کودکان مهاجر افغانستانی. خب صحیح، خیلی شما 7 8 ساله بودین که مهاجر شدین. چه سالی میشه تقریبا؟ تقریبا سال 62 بود که من اومدم ایران. سال 62 تحصیلاتتان هم در دانشگاه تهران بود؟ نه، شما با خیال جزء اولین دانشجویان افغانستانی در ایران بودین. تقریبا میشه گفت آره. از اون دوره بگین برای ما، از اول هوا، از دوستایتان، کم دوریتان بود؟ خب من دوره ابتدایی که من بندرعباس گذروندم، دبیرستانم به همین صورت، حتی در اون مدرسه هایی که ما بودیم تقریبا جز اولین شاگردهای افغانستانی بودیم اونجا. صحیح. و دیپلمم از همونجا، از دبیرستان، نمونه بندرعباس گرفتم و تهران رشته ماشین‌های کشاورزی دانشگاه تهران لیسانس اونجا قبول شدم و ارشدم جامعه شناسی خوندم و خوشبختانه در طول این دوران تحصیل دوستان ایرانی فراوانی با هم دیگه در همکلاسیام که رفقای خیلی خوب پیدا کردم و دیگه آنجا که در خدمت شما هستم. بعد از سال 79 هم وارد کار آموزش کودکان شدم. درست است. سال 79 وارد آموزش مدرسه فرهنگ. بله بله، مدرسه فرهنگ بودم. آموزش از تاسیس مدرسه فرهنگ برای ما بگید. خوش میگم. خب ما سال 79 من و جمعی از دوستان دیگه که هم اتاق بودیم در دانشگاه کشاورزی، خب اینجا تعداد بچه ها بودن که به دلایل مختلف نمیتونستن وارد مدارس بشن. صحیح. اینا رو دیگه اونجا مدرسه رو بنیانگذاری کردیم و دیگه از همونجا دیگه وارد کار آموزش شدیم و بعدش هم که سعی کردیم در حوزه ادبیات کودک وارد بشیم، یعنی کتاب های کودک. و در تقریبا 4 سال هم هست که یک انتشارات رو بنیانگذاری کردیم به نام نشر آمو که ناشر تخصصی شعر و ادبیات داستانی افغانستان در ایران هست. و دیگه شما در لیلیه بودین نی؟ که تصمیم گرفتین این مدرسه خودگردان تأسیس کنید. بله. و آمو دوستان هم فکرتان وطندارا بودن دیگه؟ بله بله، هم بچه چیز بودیم دیگه، هم بچه افغانستانی بودیم. درک میکردین این شرایط مهاجرینی که آمدن و شرایط تحصیل را ندارن، انگیزش از اونجا نشأت گرفت؟ بله. خب من هرش فکر میکردم ریشه تمام مشکلات و این چیزی که در افغانستان وجود داشت من در بیسوادی میدیدم و بله. و تنها راهش این بود که باید از این بیسوادی نجات پیدا بکنیم تا از این چرخه ای که گرفتار شدیم بتونیم خارج بشیم، نجات پیدا کنیم. بله بسیار عالی. و دیگه چطور بود، یعنی تازه که اقدام کردین، مشکلاتی که دست و پنجه نرم کردین، دغدغه هایتان برای تأسیس مدرسه فرهنگ؟ خب ما قبل از اون، البته من در طول دوران تحصیلم همیشه شاگرد داشتم در بندرعباس، هر سال 4 تا 5 تا شاگرد بچه های همسایه رو همیشه درس میدادم و خودم در دبیرستان نمونه کنجا درس میخوندم، چون بهترین دبیرستان بله. استان بود و اونجا هم حتی شبانه بودن بچه هایی که از روستا بچه های بایستاد وقتا هم اونجا که بودین نه اونجا تدریس میکردین در بندرعباس؟ بله بله، همیشه من شاگرد داشتم در طول دوران تحصیلم و اون دبیرستانی که درس میخوندم خودم اونجا بچه های خیلی با استعداد از سراسر استان جمع میکردن و اونجا با آزمون ورودی درس میخوندن. و من اونجا حتی ایده داشتن مدرسه و اینکه وارد کار آموزش بشم از همون سال اول دوم دبیرستان اونجا در ذهنم بود که حالا دیگه وارد دانشگاه شدیم، دیدیم که اینجا تعداد بچه ها اینجوری نیاز به آموزش دارن، نیاز به مدرسه دارن. بله. بله. همون تجربه پیشینه اونجا رو داشتم که دیگه وارد پیش زمینه در ذهنتون بله بله. داشتید که باید عملی میکردیم. بله. خوشبختانه دیگه اینجا این مدرسه رو راه اندازی کردیم و دیگه اگر چه من خب به صورت این سازمانی به این شکل تجربه چیزی نداشتم،
ولی خب به جمع دوستانی که اونجا بودیم، دوستانی که اونجاشون خالی هست الان، جناب منس ممتاز، جناب منس مرادی و دوستان دیگه که هم جمعین تصمیم گرفتیم. به هر حال کار سختی است تاسیس یک مدرسه و هم به اصطلاح در یک کشور دیگه نی، درسته با توجه به ایشان کار یک نفر نیست. بله بله. و دیگه قطعا باید مو یک گروه که پشت کارا بگرده، پشت مو مجوز و دیگه و دیگه. یعنی خوشبختانه رو ما وقتی که این اتفاق افتاد و مدرسه رو ما جایی رو گرفتیم، خونه بزرگی رو گرفتیم برای مدرسه، بلافاصله ظرف کمتر از یک ماه دو ماه آموزگارای خیلی خوبی جذب شد و همکارای دیگه اعلام آمادگی کردن، بچه دانشگاه از دانشگاه و تو جمعای دانشجویی هم قبلش ما بودیم و خیلی سریع تیم خیلی خوبی شکل گرفت و وارد آموزش شدیم و بلافاصله بعد از مدتی که وارد کار آموزش شدیم دیگه در بخش‌های دیگه مجله کودکان، کتاب کودک و سایر نیازهای دیگری که برای مدرسه و اینا لازم هست باید باشه، اینا رو دیگه وارد اون بخش هم شدیم، راه‌اندازی کردیم. بله. و دیگه بر ما بگو مساوی سی چه رده‌های سنی شامل مدرسه فرهنگ میشه؟ یعنی شما اونا رو ثبت نام میکنید و پذیرش دارید؟ از کلاس اول ابتدایی ما داریم تا کلاس 12 رو، یعنی دیپلم داریم. در هر مقطع هر کودکی که حالا بیاد بریم پیش ما ثبت نام بکنه، شرایط ورود به مدرسه ما رو داشته باشه، ما در خدمتشون هستیم و آموزش میدیم. درست است. یعنی مجتمع است، مجتمع آموزشی بود. قریب دیگه کلا نمید یک دوره تا دیپلم از اول بله داریم. تا دیپلم شما پیش میبریم. بسیار عالی. و دیگه مساوی سی همه کارهایی که انجام میدین، کارهای بغیر از مدرسه گفتین، کارهای فعالیت های فرهنگی دیگه، نشرات دیگه هم دارین، در مورد اونها هم برای ما یک توضیح بدید. ما در کنار کار آموزش برای بچه ها میکردیم، دیدیم که نیاز به مجله داره بچه ها، نیاز به کتاب کودک داره و بعد از اون تقریبا این سال 96 دوباره دیدیم که جای یک مبحث بسیار بزرگ که همون شعر و ادبیات داستان بی ویژه ادبیات داستانی افغانستان در ایران خالی بود، یک ناشری که بتونه اینا رو تخصصی کار بکنه، ما اینو با جمع دوستانی که اونجا بودیم این انتشارات هم راه انداختیم. خوشبختانه در مدت خیلی کوتاه الان ما امروز تقریبا حدود 96 هفت عنوان کتاب در ایران چاپ کردیم که همش مال نویسندگان و شاعران افغانستان است، بیشتر کتابای داستانی ادبیات داستانی است. خب من ایدم از این بود در طول دورانی که اینجا کار می‌کردم، دیدم که شناخت نسبت به جامعه افغانستان در ایران خیلی کم هست. بله. و لازم هست که این شناخت و یکی از بهترین شناخت‌ها از طریق ادبیات داستانی هست. بله. شعر. بله. هست و بیشتر نویسندگان این کتاب‌ها هم کسانی هستن که خودشون یک تجربه زندگی در ایران رو داشتن، مثل جناب محمد سلیم محمدی، جناب سلطان زاده، جناب سعدی. بله. قاسمی و خیلی کسای دیگه که آره ما کتاباش اینجا چاپ کردیم، آره بعضی نویسندگان داخل افغانستان، اینا همشون تجربه زندگی در ایران. بله. داشتن. بله. و کتاب‌هایشون برخواسته از تجربه مشترک زندگی در افغانستان و در ایران بود که این برای شناساندن بیشتر جامعه افغانستان، ادبیات افغانستان، اون بالاخره هم با نسل جوان ایران. بله بله. افغانستان که اینجا هم برای کلان شدن و هم برای دوستان ایرانی. بله بله. هم برای نسل نسل دوم و سوم افغانستان در که مهاجر افغانستان در ایران هستن و همچنین بیویژه برای کتابخانان ایرانی که من بعد از این راه اندازی انتشارات دوستان بسیار بسیار خوب پیدا کردم اینجا از طریق همین کتاب. بله. دوستای عمیق شکل گرفت و در حوزه مدرسه هم که ما شعر و ادبیات کتاب‌های کودک کار کردیم، چون متاسفانه ادبیات کودک در افغانستان بسیار بسیار نادیده گرفته شده و چندان روشی نداشته، ولی ما اینجا سعی کردیم یک بخش عمده کارمون هم در حوزه شعر و داستان کودکان باشه که در کنار اون مجله کودکان آفتاب رو اندازی کردیم. بله. و کتاب‌هایی که در اون حوزه چاپ کردیم تقریبا بیسی و پایه تمام این کارهای ما از مدرسه بود که اونجا وقتی با بچه‌ها روبرو می‌شدیم می‌دیدیم که مثلا کتاب جغرافی افغانستان میخواد، من حتی دوستانی که جغرافی خوانده بودن در ایران پیدا کردم و کتاب تألیف کردن برای تاریخ افغانستان و کتاب تعلیمات اجتماعی که افغانستان رو به شکلی معرفی بکنن و شاعران کودک افغانستانی رو در ایران نویسندگانشون رو کم کم پیدا کردیم و کتاباشون سعی کردن چاپ بکنن در این حوزه که پاسخ داده بشه به این نیازهای فرهنگی. بله. کودکان. بله. و بسیار کار کلان است که شما این کار، یعنی خلأ دیدین در افغانستان و این خلأ را از اینجا پر کردین. و دیگه ای یک چند نمونه بر ما هم آوردین، در مورد اینها هم اگر توضیح بدین. ولی خواهش می‌کنم یکیش این مجله کودکان آفتاب بود که ما چند شماره چاپ کردیم، متأسفانه رو مدت به خاطر این کامرا بگیره. مجله کودکان. بله، کودکان آفتاب. آفتاب ایرانی کاغذ اینا که دیگه ما رو فعلا موقتاً اون چاپ نمیشه، ولی که دیگه امیدوارم که دوباره بتونیم چاپ کنیم. کتاب‌های دیگه که از حالا من همین دو تا رو فکر کنم چیز اومدم تونستم بیارم. درست است. نشر آمو. بله بله، نشر آمو که در ایران با مجوز اینجا دارن فعالیت میکنن و
بیشتر هم ادبیات داستانی داریم کار میکنیم و شعر همچنین و این کتابی که حالا اینم سالا پیش کار کرده و نامه های بچه ها به اینم نامه های بچه هست نامه به کی؟ این یک سری از به عنوان نامه صلح کار کرده آه. نامه کودکان مهاجر به مردم ایران، نامه به خدا و به یکشم که به نامه به طالبان بود. این مال دوره قبل از یعنی مال دوره قبل بود که من برای بچه ها که افغانستان بالاخره تسلط طالبان بود اینو نامه بچه ها رو جمع کردیم و اینجا تبدیل به کتاب کردیم که بالاخره حرف های اکساده بودن چیزایی گفته بودن دیدگاه خودشان بله دیدگاه بله. شیرین کودکانه ایشان را بله بله. بیان کردن و شما هم من حیث یک کتاب یا کتابچه چاپ کردیم اتفاقاتی که میفته جنگ میفته و این رخدادهای ناگواری که پیش میاد خیلی بچه‌ها چندان دیده نمیشه در افغانستان متأسفانه کودکان در افغانستان به بخش‌های مختلف دیده نمیشه و اینجا و فکر می‌کنن که بچه‌ها اصلا نمی‌فهمن یا اینکه متوجه نیستن در حالی که پای صحبت هر کودک بشین شما می‌بینید ساعت‌ها پر از درد است ساعت‌ها می‌تونه از نگرانی‌هاش از دغدغه‌هاش می‌تونه برای شما صحبت بکنه که ما سعی کردیم اینا رو به صورت کتاب در بیاریم ولی متأسفانه کودکان رو نادیده می‌گیرن و اما آثار مخربی که سر کودکان میمونه دیگه تا که هستن متاسفانه همراهیشان میکنه. ولی ما سعی کردیم در مدرسه هم فضای پرنشاط رو برای بچه ها فراهم بشه، فضای دوستی فراهم بشه. اون خطکشی های مخربی که متاسفانه در ذهن ها هست به اون پیشفرضایی که دارن سعی کردیم در مدرسه کمرنگ میکنیم و بچه ها با همدیگه دوست بیان از هر قومیتی، از هر نژادی، از هر مذهبی که هستن با همدیگه دوست باشن و اینو به بچه ها بگیم که فقط با دوستی و مهربانی با همدیگه هست که میتونن همهشان در آرامش باشن، سرزمین آباد داشته باشن و میتونن آینده پر از آبادی و برای سرسبزی داشته باشن. صحیح است دیگه. موسوی صاحب صحبتهایت بسیار شیرین است و دیگه متاسفانه برای ما میگه یک وقفه بریم. مگه دلم نیست برای میگه یک وقفه میریم و بر میگردیم و صحبتهای ما ادامه دارد. مزاری و همه بله دیگه موسوی صاحب یک بخش دیدیم دیگه یک دمروسی کردیم. چطور بود دمنوش؟ همین کار ما امروز زحمت کشید. خوشمزه بود. دمنوش چی بود؟ دمنوش خوشمزه بود. آویشن است همراه گلگاو زبان. سپاسگزارم. خوشمزه بود. سلامت باشی. و دیگه موسوی صاحب شما از مدرسه فرهنگ گفتین. بله خوشمزه. و از اینکه چرا قمیده به ذهنتان آمد و خلاصه مدرسه راه اندازی شد و دیگه بغیر از کتاب‌های درسی که شما برای کودکان آموزش میتین دیگه کتاب هایی هم مرتبط با افغانستان هم برشان یاد میتین یا کلاس های ویژه هم برشان میمانید مثل افغانستان شناسی، تاریخ افغانستان و دیگه؟ بله ما خب از هم ابتدا که شروع به کار کردیم بچه ها خب این خواست داشتن میخواستن از افغانستان شناخت پیدا بکنن، آگاهی پیدا بکنن. سعی کردیم برای همین که پاسخ داده بشه کتاب جغرافی افغانستان کار بکنیم که بله. تاسیس دوستان که در جغرافی خواندن کار شد و کتاب بازگشت رو که به صورت کتابی که من خودم نوشتم که داستان خانواده است که از ایران برمیگردن و شهرهای افغانستان دور میزنن و اونجا هر شهر معرفی میشه و دوباره به دوستان ایرانیش اینجا نامه مینویسه و از برگشت اونجا یک داستان بله بله داستان رمان است نه داستان تخیلی است برای بچه هاست برای بچه های دوره ابتدایی نوشته شده این و کتاب تاریخ افغانستان هم به کمک دوستانی که تاریخ خوانده بودن در اینجا سعی کردیم کار بکنیم که این شناخت نسبت به افغانستان داشته باشن و حداقل بفهمن که از کجا هستن و سرزمین مادرشون چجوری هست و اینکه این چیز آمادگی رو بگیرن برای بازگشت به اونجا برای اینکه برای آبادانی اونجا بفهمن که افغانستان فقط به دستان خود اینا ساخته خواهد شد بله. و سعی کردم اینو به شکل های مختلف چه در مجله ها چه در کتاب ها چه در پیکای نوروزی که من پیک گل سرخ من تقریبا بوده 17 18 سال اینو برای بچهای نه تنها برای بچهای مدرسه خودمون که برای کل مدارسی که کودکان مهاجر در ایران بود ما کار میکردیم چون ما کاری که در مدرسه میکردیم فقط برای مدرسه خود ما نبود صحیح. همین کتاب ها رو مجله ها رو و اون کتاب بازگشت و بنا بازگشت بود درسته. و اینا رو همه رو برای کل بچهای مهاجر در ایران کار میکردیم و هدف هم همین بود که اینا رو هم یک به هم دیگه پیوندی داده بشن و حس بکنن که به یک جای تعلق دارن و اینکه باید برای آبادانی اونجا تلاش بکنن و از حالا و خودشون آماده بکنن و دیگه موسویس برای ما بگم عشق آموزش با کودکان از کجا میه خب با توجه به شرایطی که هست یک مقدار به اصطلاح دشواری های خاص خودش را داره و یک عشق میخواد که آدم هم تو پا بر جای استاد کنه و پرقدرت
پیش بره که ما عشق در وجود شما میبینیم و میخواییم که برای ما و بیننده های عزیز ما بگی که امی عشق آموزش با کودکان از کجا میه؟ خوش میگم. بخش دومش گفتم با دری صحبت کنیم. دری هم چندان یاد ندارم. ترکیبی از بندر عباسی و تهرانی و سعید مشکلی زن رقم ترکیب رنگ و وارنگ لحجه من. خوش میکنم. خب من خود وقتی که دوران تحصیل خود همیشه فکر میکردم که چرا وضعیت کشور افغانستان ایرخانست، چرا وضعیت مردم ایرخانست و تمام ریشه بدبختی ها و نابسامانی ها رو در بیسوادی میدیدم که اگر کودکان در دوران خردسالی در دوران کودکیشان اگر آموزش درست داده شود و خیلی از مفاهیم انسانی به اونا آموزش داده شود و اینا وقتی کلان شدن این دوستی درشان شکل میگیره و اگر شما اون ذهنیتشان از همون کودکی تخریب شد و خب اینا مسلمان انسانهای بار میان که بله. باز همون چیزا در ذهنشان هست. روی همین حساب بود و تنها راه نجات افغانستان آموزش و آموزش و آموزش میدونست و آموزش صحیح که باید یاد بگیرن بچه ها و همزیستی در کنار همدیگر و دوستی را و اینکه دوست باشن اول از همه با خودشان با خیشتن خیش در صلح باشن با بله. کسانی که دیگر همسایگان اونها نمیدونم سایر اقوام زیبایی یک سرزمین در همینه که اقوام مختلف با صلح آرامش در اونجا با هم زندگی بکنن و سعی کردیم اینا رو ما برای بچه‌ها آموزش بدیم که یاد بگیرن که بدون اینکه و همیشه ما برای شاگردایم گفتیم بچه‌ها در جایی که ما زندگی می‌کنیم حتی اگه یک پشک یا گربه ای که اونجا میره میگه او هم اذیت شوه اون فضای خوبی نیست بله. حتما اون یا کریمی که اونجا در بالای مکتب ما لانه ساخته درست است اما با آرامش خاطر باید بیا چچایش اونجا به دنیا بره و پس بره یا اون پشکی که هست یا اون گربه‌ای که هست بله. یا مثلا همه کسانی که هست حتی گفتم درختانی که هست بله. همون درخت های دور بریم اگر از دست ما آرام بودن در آرامش بودن اون زمان آرامش ما هم آرامش واقعی یعنی این آرامش برای همگی باید باشه بله. این صلح برای همگی باشه این دوستی برای همگی باشه اگر نه که یک انسانی در اون جمع اگر ناراحت باشه بله. به خاطر حرف دیگران به خاطر اذیت دیگران به خاطر بالاخره مشکلات دیگران برش درست میکنه اون به نظرمون آرامش پایدار نیست و باید همگی آرام باشیم ما این سعی کردیم ما در مکتب برای بچه‌ها آموزش بدیم بله. تمام تلاش ما هم همین بوده بله بسیار علی مشتاق مشیر مولانا دیگه که میگه تو نگو همه بجنگند و ز صلح من چه آید تو یکی نی هزاری تو چراغ خود برافروز سلامت باشه خب این بارها ما در دوران کار می یأس و ناامیدی گاهی پیش می اومد وضعیت بله. افغانستان وقتی میدونم ولی همیشه به همکاران خود میگفتم بیجا در دوران اخیری که این وضعیت هم بله. پیش آمد در این وضعیت هم به خیلی شاگردهای زیادی بله بله پیوستن به مدرسه فرهنگ متاسفانه پارسال مثلا تقریبا حدود 240 تا شاگرد داشتیم که امسال تعداد شاگردها قریب به 860 نفر رسیده این تقریبا 4 برابر شده و با بله. مشکلات خیلی فراوان روبرو شدیم برای اینکه فضا کم آوردیم و سایر چیزاش داد کمی نو تونستیم کمی سر سامان بتیم و هنوز در مشکل فضا و دیگه چیز و خانواده‌ای بله. که اومدن متاسفانه خانواده هستن که اکثرا خب همه چیز خود از دست دادن بله متاسفانه اینا رو هم حالا ما با این بتونیم اینا رو همگی گروهی که هستیم اونجا تمام همکاران بسیار بسیار خوب بسیار همینجا ازشون سپاسگزاری زحمت میکنم میکشین که مهربانی میکنید که این فضای شاد و آموزشی برای بچه‌ها فراهم شده و دیگه موسوی صاحب وقت ما رو به پایان است خواهش می‌کنم و در چند جمله بسیار کوتاه یک خداحافظی میکنیم دیگه وقت خلاص شد بسیار تشکر که آمدی و دعوت ما رو پذیرفتید خواهش میکنم سپاسگزارم من خودم تحصیل کرده ایران هستم از ابتدایی همینجا درس خوندم و تمام دانش و هر چی که آموختیم مختیم از اینجا در ایران هست و من لازمه برای سپاسگزاری ویژه بکنم از تمام آموزگاران خوب ایران که این روزها کودکان در این طول این سالیان دارن بله. کودکان وقت تمام شد مسیری بخشش خداحافظی خداحافظ خدا نگهدار خدا نگهدار